دوستان سلام، امشب قراره که راجع به یکی از دو فیلم اول IMDb یعنی شاوشنگ رفتیم گادفادر. به حدی این فیلم محبوبه و معروفه که جای نقد باقی نمیذاره. دو تا بازیگر اساسی، یکیشون که قول مارلون براندو، دومی هم آل پاچینو که اینجا دیگه گل میکنه. یکی از پوسترهای فیلم ببینید چقدر پوستر خوبیه، یه دستیه که داره عروسکا رو میچرخونه، خیلی پوستر خوب. یه موسیقی متن افکتیو سینمایی از نینو روتا که تمش رو بیش و کم همه کسایی که فیلم رو دیدن یا حتی ندیدن به عنوان موسیقی فیلم توی حافظه دارن. یه تغییر اساسی قیافه در بازیگر درجه یک آن زمان و شاید تا هنوز در صورت، فک و صدا، همه اینا کافیه که ما چشممون رو ببندیم و بگیم اوه، فیلم درجه یک مهمه. و نکته آخرش تو این طرفداری، یه موضوع جدی مافیایی. این دادهایی که عرض کردم کافیه که ما فیلم رو درست نبینیم. اینکه درست نبینیم یعنی چی؟ خیلی ممکنه فیلم رو خیلی سال قبل دیده باشن، حتی الان هم که ببینن نوستالژی اون دیدن رو دارن، تو 20 سالگی دیدن، دوبار سه بار دیدن چون مود بوده، سنشون کمتر از منه و نوستالژی دارن. فیلم به شدت نوستالژیکیه. خب همه این داده هایی که عرض کردم مانع نقده، مانع دیدن. دلایل محبوبیتم تو این بحثم بود، بذاریمش کنار، با فیلم الان امروز مواجه شیم، ببینیم که آیا کهنه شده، آیا فیلم خوبی بوده. چون وقتی من میگم خوب، ابدا نه موضوع، نه بازیگره، نه حتی فیلمساز، خود فیلم به ماه و فیلم نظر تکنیکی درست باشه و بعد حالا نظر من فرم داشته باشه. خب چیه وضعیت؟ از تکنیک شروع کنیم. پلان اول، من به نظرم از همون پلان اول آغاز مشکلات. یه آدمی که جزء گنگستراست میاد مقابل یکی که ما نمیبینیم، میگه چه ظلمی برش رفته و دختر عزیزش در چه شرایطی. از آدمی که روبروش نشسته، یعنی گادفادر، تقاضای کمک میکنه. کمکش همینه که اینو بکشن، چون پلیس یه تعلیقش کرده، یه حبس بهش داده و تعلیق کرد. خب ما یه ذره احساساتی میشیم در این که این پدر بدبخت با یه دختر معصوم که الان فرکت بار وضعیتش چقدر خوب. از همین جام با طرف مقابلی، یعنی با گاد فادری که نمیبینیم هنوز، این میگه به ما گاهی یه تصویری از شانه داریم، یه تصویری از پشت سر داریم که هنوز معلوم نیست با کی طرفیم، و مرموزش میکنه با این تصویر، مرموزی که عرض کردم تو گیومه. یعنی ما گادفادر رو الان نمیبینیم. این بازی رو ادامه میده. خب تا
همین جای کار من برزر مشکل هست. این شیوه فیلمه. چه شیوه؟ شیوه غافلگیری. از همین پلان غافلگیریه که وقتی میبینیمش با یه صدای گرفته بانگریم فک و اینا غافلگیر بشین. این داره از گادفادر که اینه تقاضا میکنه. این تمام فیلم شیوهش همینه، مدام سعی میکنه ما رو غافلگیر کنه به جایی که ما رو چیکار کنه؟ ما رو هم تجربه کنه با کاراکترها. مثال های خیلی زیادی برای این بحث دارم از فیلم. بریم جلو، باید این بحث تجربه کردن و غافلگیری و تعلیق رو به دقت در رابطه با این فیلم خواهم گفت. یه صحنه عروسی داریم بعد از این. یه عروسی مفصل ایتالیایی که همه شادن و قراره که ما یه عروسی خانوادگی برای گادفادریا، برای تیم گادفادر و خانواده داشته باشیم و گادفادر هم توشه. عروسی خوبه، بوی ایتالیا میده و بوی عروسی میده، این خوبه. چرا بوی ایتالیا میده؟ برای اینکه بیس آقای کاپولا فیلمساز ایتالیایی آمریکاییه، ایتالیایی که اومدن آمریکا. این خوبه. چی خراب میکنه این عروسی خوب رو؟ کات‌های بی‌معنی با به اصطلاح تدوین موازی. داریم با عروسی آشنا میشیم با آدم ها و از مراسم لذت میبریم، بی خود و بی جهت گادفادری که تا یه لحظه پیش بیرونه مار، یعنی مارلون براندو، میاد توی اتاق و کارهای شبیه اون پلان اولی که براتون گفتم میکنه. این کات‌های ممتد از این به این از این به این مانع لذت بردن ما از عروسی میشه و میشکنه فیلم رو، صحنه رو بهش آسیب میرسونه و ریتمش رو دوچار خدشه میکنه. بدبختانه همین طرز کار تو سراسر فیلم هست، یعنی تدوین های موازی تحمیلی که به شدت نابودگر حس، حتی به احساسات ما هم آسیب میرسونه. تدوین موازی بیرون روشنه، یعنی عروسی پر از نوره و ما کامل میبینیم. وقتی کات میزنه به داخل تو میدیوم شات داریم میبینیم گادفادر رو و دور و بر تاریکه. چرا تاریکه؟ برای چی باید تاریک باشه؟ این از نور به تاریکی رفتن آسیب میرسونه به ما، یعنی چشم نمیتونه درست تعقیب کنه، هی از روشنایی هی به تاریکی. چه قصدی داره فیلمساز؟ دوباره همون قصدی که قبلا عرض کردم تو پلان اول هست، مرموز میکنه گادفادر رو. نه نصف صورت، بلکه چشما هم تو تاریکی قرار دارن. یعنی ممکن ما صورت رو ببینیم ولی چشما تو تاریکی هم. خیلی 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 بده. این دیگه کمک کننده به یافتن شخصیت نیست، که برعکس دافعه ایجاد میکنه. ممکنه این تدوین ادهی رو بفریبه، تدوین موازیه، و سرعت این کاتها هم همینطور. اما از سینمایی هیچ ارزشی نداره، هیچ اتفاق عاطفی حسی در ما تولید نمیکنه. تقریبا تمامی صحنه های مهمش، تمامی کشدارهاش بر این بیس استواره، غافلگیری نه ساسپنس. فرق این دوتا تو سینما چیه؟
بعضی میگن خیر خب ما غافلگیر شدیم. تو بحث شاوشنگ هم دیدم یکی دوتا کامنت که چه اشکالی داره ما غافلگیر بشیم. وقتی ما غافلگیر میشیم شوک بهمون وارد میشه. دوام این شوک لحظه بیش نیست. و بار دومی که شما میخواید از هر اثری رو که بیسش بر شوک استواره مواجه شید ببینید، دیگه غافلگیرم نمیشید. یه بار غافلگیر میشید. توی این شوک ما مطلقاً تجربه نمی کنیم لحظه رو، کاراکتر رو در لحظه. سینما جای تجربه کردنه. ساسپنس یا تعلیق به ما اجازه میده تجربه کنیم به همراه کاراکتر پدیده های بیرون از خودشون. این تجربه موازی ما با کاراکتر در لحظات چکار میکنه؟ فیلم رو نگه میداره برای بار دهم. این معنی هنر میده. ساسپنس که هنره و شوک آدم هنریست. هر کسی که یه ذره تکنیک بلده که متاسفم که باید بگم به نظرم کاپولا خیلی کم بلده تکنیکو، فرم که اصلا نه. ساسپنس به نظر من بیس هنره، به نظرم بیس سینماست. تو زندگی واقعی هم اینه بیسه. خب اگر روشن شد که شاید به بحث بیشتری نیاز داشته باشه، تمام قتلایی که در فیلم میبینیم و طرفداراش هم به شدت مرعوب این قتلها میشن، تماماً بر همین مبناست. ما نمیدونیم که چه اتفاقی داره میفته. مسلسل در میاد، رگبار میبنده. خب یه لحظه اونطوری میشیم. اوف. خون و خون ریزی. نه کسی که در حال مرگه باشیم، نه به از کسانی که زدنش علیهشونی. پس چیکاره ایم؟ هیچ. داریم از یه پلان ظاهرن خوب که عرض میکنم ظاهرن لذت میبریم. چه لذتی میبریم؟ لذت از هنر میبریم یا لذت از غافلگیری میبریم که یه لحظه است؟ مثال مرگ سانی رو به یاد بیارید. سانی یکی از بچه های گادفادره که غیر از گادفادر، به خصوص وقتی گادفادر نیست، سانی خیلی سازماندهی میکنه، انگار نقشه دوم رو داره در خانواده. من از این پسر بدم نمیاد، غیرتیه، اوورکت، هایپر یه حدی، همش تیپه، اما تیپ خوبیه. درست؟ میاد از یه باجه رد شه، یه باجه که باید وایسه مدرک بده و باید رد شه. پلیسه که ازش مدرک میخواد، ناگهان پلیسه میاد پایین که این جلو خالی شه، از توی باجه بهش رگبار میبنده. این چیه؟ این فاجعه است به نظرم. حرکت پلیس ماموره هرچی خیلی بده، یعنی میزانسن انقدر عقب افتاده است که این مجبوره نه که کنار بره یا هر چیز دیگه، بیاد پایین سرشو بدزده بشیر زمین. کاملا غافلگیره. و این رو 200 گوله بهش میزنن، خونین مالین، تکون میخوره نیمه سلو میفته. این بیس تمام کشتن هاست. بدترشو بگم، قراره که دامادشون رو گادفادر دو، یعنی پاچینویی که جای پدر نشسته، بکشه.
دلایلش تو فیلم هست. چیکار میکنه؟ فریبش میده، سوار ماشینش میکنه، یه بلیط که میری هواپیما سوارش. ما دوباره از این فاصله داریم ماشین رو میبینیم که این توشه. یکی پشتمون، این جلو نشسته. از پشت میبینیم از دورتر. یه کابل میدازه گردن این و اینو خفه میکنه. شیشه ماشین جلوی ماست. این با لگد شیشه رو خورد میکنه. و خورد شیشه ها مرگو داره نشون. چیه این؟ این واقعا دبیرستانیه. یه دیگه از من یادم نمیاد. کشتن در یک فیلم به این مهمی به این بدی. اصلا من نمیفهم کاپارو چیکار کرده. یک کشتن دیگه بهتون میگم که باز شاکه. یه آدمی که مقاومت میکنه در مورد در پیشنهاد تیم گاتفادر، خیلی هم پول داره، اسب میلیاردی هم داره. این تعریف بیرون از فیلم شده که آقا این صحنه بازیگر نمیتونسته درست بازی کنه، چون قرار بوده یه در واقع ماکت یک سر بریده یه اسب رو بذارن اونجا. بازی بد بوده، سر یه اسب واقعی رو میذارن تو رخت خواب طرف، آخ همه بیهوش میشن. سر یه اسب واقعی چه حسنی داره، غیر از نظر انسانی، سبوییت. برای یک ثانیه از فیلم اسبی که به هر دلیلی مرده، حالا سرش رو بریدن آوردن واسه اینجا. میبینی چقدر بده؟ تو رخت خواب اینه، این دستش میخوره خونین و مالین، بلند میشه و نعره میزنه. خب این چیه؟ این یکی دیگه از اون کشتن است. یه لحظه قتل وجود داره. من قبل از که این لحظه رو بگم یه چیزی بگم. ما اصلا با آدم بدای پدرخوانده، یعنی گنگسترهای دیگه که اسمشون هم یادم نیست، که خیلی هم آباحت داره، خیلی هم مهمه، اصلا نمیشناسیمشون که باشون بد باشیم. بعضی جاها سمپاتیکتر از این برن. بماند، قرار پاچینو بره دو نفر رو، یک پلیس خائن رو و یکی از این گنگسترهای مهم رو بکشه توی یه رستوران. به شدت مراقبت شده اونجا، مواظبن. پاچینو اولین باره که داره دست به همچه کار میزن. اسلحه رو توی سیفون توالت جاسازی کردن براش. خب پاچینو میشینه میگه اجازه میدیم من برم دستشویی. میاد دستشویی، خیلی خیلی کودکانه، بچگانه، با دستش دنبال اسلحه تو سیفون میگرده. ثانیه اول پیدا نمیکنه، ثانیه دوم پیدا میکنه، چی نیست به خود. توی نمای از پشت میدیوم شات اسلحه را تو سیفون برمیداره. خب میاد بیرون. اینجا یه 10-20 ثانیه ای پاچینو خوبه، بدون اینکه میزانسن خوب باشه، پاچینو خوبه. میاد اسلحه رو برداشته میشینه سر میز با این دو نفر، پلیسه و اون گنگستره. تردیدش، زمانبندیش، حرکتش خوبه. بالاخره شلیک میکنه، این در 15 ثانیه خوبه، شلیک میکنه. بیرون اومدنش خیلی فاجعه است. دوباره نما لانگ میشه، اسلحه رو پرت میکنه زمین، نمیدوه، به جایی هم نگاه نمیکنه چون بهش سپرده بودن. کل سکانس هیچی به ما نمیده، هیچ احساسی بر نمیانگیزه. و اون اسلحه برداشتن از توالت رو همه، هیچی نیست. سکانس میاد طرف ما و توی نمای دور خارج میشه. ما عرض کردم ما باید تو این صحنه ها با یه طرف باشیم. اصلا با آدمایی که قهرمانای فیلمن، اینجا پاچینو، مهمترش مارلون براندو و تیم گادفادرا، در این صحنه ها ابدا باشون نیستیم. میبینید به نظر میرسه که فیلمساز بلا تکلیف ما باید با کی باشیم. میشه فیلم گانگستری خوب ساخت،
که ما با ضد قهرمان باشیم. یه مثال ساده شو بگم، مال رال والشه، یه گنگستره با یه بازی فوق العاده، کاراکتر اوورکت، بازی فوق العاده. ما لحظه به لحظه این آدم رو تجربه میکنیم و باهاشیم، تو کشتنهاش هم باهاشیم. یا ضد قهرمان دیگه، همفری بوگارت در بعضی از فیلم های گنگستری اینطوری داریم، باشیم. ابدا کاپولا موفق نمیشه ما رو، همزاد پنداری ما رو با این خانواده که قهرمان فیلمشن بر بیانگیزه. بدترین موردش کجاست؟ بدترین مورد دو تا مورد پشت سر همه. یکی این که گادفادر معلوم نیست چرا اماشن پیاده میشه بدون محافظایی که باید باشن و بدون ترفندهای امنیتی، میره میوه بخره، همونجا مورد حمله قرار میگیره، کلی بهش تیر میزنن. پلانها رو به یادتون بیاره، همشون دیکوراتیون، حسی ندارن و باز ما دوچار شوک میشیم. ببینید ما نیستیم با گادفادر اینجا هم، پس با کیم؟ اون برای یارم که نمیبینیم. این نابلدی فیلمسازی مانع خواست فیلمساز شده. تصویری های انگل داریم از افتادن. یعنی چی باید تو این های انگل ببینیم؟ این افتاد تو خیابون با یه زاویه دوربین درستر کافی بود ما اینو بفهمیم. وقتی دوربین نقب میکشه بالا فقط داره دکور نشون میده، خیابون و میوه ها که ریخته و هیچی نیست، هیچ کاری با ما نمی کنه. اینجا گادفادر نمی میره، همه میگیم چه خوب بالاخره لطف کرده نمرده. صحنه مرگشو بگم که اینجا به نظرم دست فیلمساز کاملا رو میشه، داره با پسرش با نوش بازی میکنه، یه نوه کوچولو دارن بازی میکنه. کجا؟ توی جایی که نی هست و فلان لای بلا بلای اینا دور هم دنبال هم میکنن و خیلی دنبال هم کردن خیلی ساده، درست؟ پسرم یه چیزی دستشه، یه اسلحه قلابی چوبی یا یه پمپی که مرتب چیز میکنه. خب در همون لحظه که گادفادر داره تو این بازی میدوه خودشو پنهان کنه، میفته دوربین. اینجا لو دهنده است، سینما همیشه همینه، دوربین لو میده. این مرگ، آیا ما با این مرگ دلمون میگیره؟ یعنی فیلمساز کاری کرده جای دوربینش، اندازه نماهاش، کاری با ما میکنه که از مرگ گادفادر غمگین بشین یا هیچ کاری نمیکنه. مرگش خفت باره توی میزانسن لق، بعد لانگ شات میگیره بالای سر جسد یه پارچه سفید آویزونه. این مرگ قهرمان اصلی فیلمه. واقعا متاسفم، متاسفم برای طرفدارانی که با چشم باز، با دل روشن و با شعور سینمایی مواجه نیستن و با نوستالژیشون با اسامی کاپولا، براندو، به خصوص براندو طرفن و مانعی میشه که بفهمن آقا این دوربین داره توهین میکنه، جاش غلطه. فیلم خیلی به نظرم پوز اینو میده که یه خانواده ساخته، یه خانواده سمپاتیک، یه مادر خوب که تو عروسی خوبه، یه آواز خوبی هم میخونه، از اینجا به بعد مادر فیده، یعنی یک رکن بزرگ خانواده دیگه نیست. پدرم که دیدیم چی بود، پدر و مادر در یه جایی ساخته میشن برای ابد یادتون میمونن،
در رای من چه سرسبز بود. خانواده اونجا میفهمید نه اینجا. یه صحنه مهم آخر فیلم هست که با همون تدوین بی مورد کات 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 نابوده. آل پاچینو تو کلیسا میاد غسل تعمید بده که در واقع پدرخوانده یه بچه یه خواهر بشه. یه لانگشات داریم از کلیسا، بعد کات میزنه میاد جلو، اون لانگشات هم هیچ کاری نمی کنه. در حین مراسم پدرخواندگیش غسل تعمید ما با پلانهایی مواجهیم از کشتار مخالفین که گفتم مخالفینم نمیشناسیم. اینقدر این بده که ما بدتر از همه جای دیگه ای فیلم نسبت به این کشت و کشتار کاملا آنتیپاتی میشیم به جایی که سمپاتیمونو جلب کنه. جمع‌بندی کوچولو بکنم. گادفادر یکو ما لحظه ای از عشق در فیلم نمیبینیم. از عشق پاچینو به همسر دهاتیش در ایتالیا تا عشقش به نامزد اولیش، عشق در کار نیست. دختره ماشینشو آتیش میزنن مخالفین، دود میشه میره هوا، ما لانگشات ببینیم اینو، پی او وی هم نمیده، فیلم بلد نیست پی او وی بگیره. بعد یک سال گذشته منتها این نما کات میشه به موقعی که این اومده دم مدرسه نامزد سابقش و تقاضا ازدواج میکنه. مرگ، ازدواج. کجای این عشق میسازه؟ هیچ جای فیلم نه عشق میتونه بسازه نه محبت. پس خانواده چیه؟ توجیه میکنن دوستان ما در بحث که خب این فیلم برای مخاطب عامه پس باید این کارا رو بکنه. من یه نکته اضافه کنم، من مخالف شوک نیستم. در کنتکست تعلیق شوک هم میتونه وارد شه، اون وقت میشه بخشی از تعلیق، کاری که استادانه اجکاک میکنه. یعنی شوک در دل تعلیق، لحظه شوک در دل یک تعلیق مفصل. حالا ما اجازه پیدا میکنیم که حتی با این شوک تجربه کنیم در دل این سکانس پر از تعلیق. اما شوک دیگه ای که عرض کردم که کاپولا هست و خیلی از فیلمسازهای دیگه هیچ تجربه به ما نمیده. برسیم به بازی براندو. براندو خیلی برای این فیلم اسم در کرده. من به نظرم یکی از تیپیکال ترین بازی هاشو ارائه میده که به شدت سطحیه. گریمشو فراموش کنید، ما با زور گریم، با زور نور سیاه دادن به چشم گادفایدر ساخته میشه. ساخته شدنش هم تو گیوم است. بازی چیه؟ یه دستیه که حد اکثر داره با یه گربه بازی میکنه. فیزیک، دست، پا، صورت، بدن بازی نمیکنه. یعنی یک بازی بسیار نازل داریم از مارلون براندو بزرگ. بازی عالیش رو در من مردان ببینید چقدر خوبه. یعنی براندو بازیگر درجه یکه. کاپولا میخواسته به جای براندو لارنس اولیویه بزرگ رو بذارن، قبول نکرده و براندو رو گشت. استودیو مخالف بوده. حالا این هم از اون حواشیه. حالا چکار کنیم مخالف بوده؟ بالاخره این بازی کرده. میبینید چقدر حاشیه ها اصلا و شامونهاری در کار نیست. حاشیه ها. برسیم به پاچینو. پاچینو جای پدر رو میگیره. یه صحنه تفویض قدرت داریم از پدر به پسر. پدری که خیلی ابهت داره، کاریزماتیکه و غیر و غیره. بذارم فیلم. تو صحنه
نشسته پاچینو روی صندلی پدر. پاچینو بد نیست، برعکس براندو. یعنی کنشمند شده، چون اوائل فیلم کنشمند نیست. دستش درسته روی صندلی، نوع نشستنش هم درسته. خب پدر چپ کادر داره راه میره، نیمراخش رو میبینیم. این چه صحنه ایه؟ این صحنه تفویض قدرته. میگن که تحت تاثیر شکسپیره. شوخی میکنی دوستان؟ تفویض قدرت تو شاهلیر ابدا به این مسخره بازی نیست. تو این صحنه ابدا گادفادر نیست که داره هیبتش و شغلش و اهمیتش رو میده به سر. بی احترامی تو این صحنه هست. بی احترامی پسر به پدر که جایگزینش شده، تو میزانسن بی احترامیه. چند دقیقه بعد اون وقت توی نمای مدیوم دو نفره پدر میگه که تو در مواجهه با یکی از این گانگسترا رازینی اینو کیه، باید این مواظب این چیزا باشی. این که مال قبل از این تفویضه. این باگ های هم فیلم نامه ای داره، میزانسن که پر از باگ. میبینید اینم نمیتونه برگزار کنه. میمونه لحظاتی از فیلم که لحظات تکنیکال قابل دفاعیه. من از حمله ثانی به دامادشون بدم نیومد. دوربین اندازه است، اعوجاج نداره، از نور به سایه نمیره، از این کارا نمیکنه. ما یه دعوای خانوادگی جدی میبینیم. یه وکیلم توی فیلم هست که خوبه، که بعد شغلش ازش میگیره. خب باقی مانده فیلم، نمای آخرم که ما رو آماده میکنه برای گادفادر دو که یک وقت دیگه همونو بحث میکنیم. فیلم بده، عقیمه و فاقد سینمای جدیه.